مهدی جان خیلی خوش اومدی. مهدی مرادنیای عزیز، همسر بزرگوارشون، دخترای گلشون، سال نوتون مبارک. سلامت باشی. نماز روزاتون قبول. سلامت باشی. سلام بر شما و حاضرین و مردم ایران و عیدشون هم مبارک باشه. زنده باشی. زنده باشی. دو تا دختر گلت اینجا هستن. بله. خانواده چهار نفره جمع و جور خیلی خوب، الحمدلله. سلامت باشی. چند تا فرزند؟ دو تا فرزند دیگه ها. دو تا فرزند داشتیم که به لطف خدا یه چهار قلو هم بهمون داد. چهار قلو. بله. ماشاءالله. اربع توائم. شش تا یکی میگه. ماشاءالله. شش تا یکی. چهار قلو. ما الان میگیم ماشاءالله آقایان. ولی ماشاءالله به چی؟ ماشاءالله به چی؟ به چهار تا دیگه. به چهار تا. بقیه‌اش دیگه ماشاءالله نه. لا حول ولا قوة. واقعا خیلی هي مشیئة الله يعني. هي مشیئة الله. حتما. شاء يعني. حتما. آقا مهدی جان، خانم کی به شما خبر داد؟ یعنی احتمالاً اولین آزمایش شما میدونستین که فرزندتون یه دونه نخواهد بود. بله، ما والا خانومم زنگ زد به من، 5-6 هفته بود، رفت سونو انجام داد که به ما خبر داد. گفت بذار من از خودشون بپرسم. بله. خانم جواب سونوگرافی رو گرفتیم، به مهدی زنگ زدین؟ آره. بله درسته. چی گفتین بهش؟ زنگ زدم، گفت چی شده؟ گفتم آره بیا بهتون میگم. موقعی که اومدن بهش گفتم چهار قلو بار دارم. شوکه شدم. همونجور که خودم شوکه شدم، آقامونم شوکه شدن. سبحان الله. تا 2 روزو که کلن هیچی نمیگفتن. بعد 2 روز حالا آقا به حرف اومدن و گفتن که میخوام 4 تا باشن. هر جور که خدا بخواد. مگه به شما پیشنهاد انداختن بچه و بله. یا از بین بردن بچه و اینا رو هم درست. داده بودن؟ من همون سونو رو که انجام دادم بردم دکترم دید. گفت چهار قلو، گفت چهار قلو. بعد بهش گفتم حالا من باید چه کار کنم با این شرایط امروزی، برای من خیلی سخته. گفت احتمال خیلی زیاد از بین بره ازشون. اگه من از بین نره خودتون میتونید با رضایت خودتون از بین ببرید. از بین ببرید. حالا هر کدومو که خواستین. میدونین که از بین بردن بچه حکم قتل نفس داره. درست. بله. اینو میدونستین؟ بله. بله. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الله الله الله. که اعتماد کردن به این آیه، شاید این آیه رو نشنیده باشن که ولا تق... نخونده باشن. بله. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. فرزندانتون رو از ترس فقر نکشید، ما روزی میدیم، هم اونا رو روزی میدیم هم شما رو روزی میدیم. روزی مگه دست شماست؟ که این ببینید، این رو اعتماد کردن. من میگم دم اینا گرم که به این هم چیزهای اعتماد کردن. الوضع تغییر ولكن الخالق لم يتغير. معلوم. ای الرازق لم يتغير هو الذي يرزق. نحن في امر غيبي، الله هو الذي خلق وكتب الرزق لكل مولود. ونحن عندما سألت لماذا نقول ما شاء الله، نحن مأمورون في القرآن ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. ما شاء الله يعني أنت تتكلم عن أي نعمة وهدية من الله عز وجل تقول ما شاء الله. فالذين علموا أنه أتى بأربعة توائم وهؤلاء الأولاد إن كانوا مؤمنين سيعلمون أن الله هو الرازق. مهما تغير الوضع ومهما أصبح هناك غلاء وصعوبة، الله وعد أن لكل نفس وكل روح لها رزق من حين الولادة الى حين الوفاة. بعد تازه بعد از اینکه بچه‌ها به دنیا اومدن، آقا مهدی مصاحبهم کرده که خب مصاحبهم خیلی سر صدا میکنه، میگه که من شادترین پدر دنیام. خیلی هم بهش بد و بیرا میگن. بله. که آقا بابت چی تو داری این حرفو میزنی؟ آره بله. تعریف کن برامون. واقعا من
این مصاحبه رو کرده بودم اومدن خیلی طرف فضای مجازی و اینا خیلی حرفای ناپسندونه به ما زده بودن به خودم و به خانومم و گفته بودن چجوری شما شادترین مرد دنیا هستی. نظر خانومتون هم همین بود؟ بله نظر خانومم هم همین بود. گفتیم همونطور که خدا واقعا بچه‌ها رو داده ما که میگم انتظارشو نداشتیم، خواستیم همونجور که خدا داده بمونن. دید شما الان پشیمون نیستید که گفتید من یعنی یعنی خوشحال نه نه. خوشحالترین خوشحالم الان هم میگم با این آره خوشحالم خوشبختم با این که میگم الان واقعا بچه‌هام هم خیلی وقت اذیتم کردن. سختی شیرینه یعنی آره درسته سختی شیرین. درست كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا. آقای بوزری خلاصه حرف ما این هست که ما میگیم الان این رزقه. رزق کجاست؟ بیارید ما ببینیم. اول همه تون تشریف بیارین پایین. چشم. من میخوام دستگلای آقا مهدی رو بیارید روی صحنه تا من عرض بکنم. تشویق بکنید خانواده مهدی عزیزم رو. خب ماشاءالله 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 ماشاءالله. خب احبه ببین استایل رو ببین معلومه که قشنگ بچه داری کرده. این الان کیه؟ ماشاءالله علی بغل آقای قاسمیان. احساس میکنه اسمش حامد. این محمد بغل استاد ابو قاسمی. رضا آن لباسا فرمونه و فاطمه. فاطمه خب حالا که الان این جمع اینجاست من میخوام که دو تا هدیه اول بدیم تقدیم بکنیم به خانواده محترم مراد نیا. شب عید ما از طرف برنامه محفل میخواییم یه هدیه 10 میلیونی به هر کدوم از بچه ها بدیم. ماشاءالله. یعنی یه عیدی 10 میلیونی برای هر کدوم از بچه ها. یک هدیه دوم، رفقای من با شهردار تهران صحبت کردن و قول خونه و تثبیت موقعیت کاری مهدی رو از شهردار تهران گرفتن. شما چی فرمودید استاد؟ ما هم چراغ روشن. بسم الله. من تا پایان سال 1402 شیر خوش که این بچه ها رو بودم. احسن خودش کاریه ها. مرسی یه دنیا دم شما گرد. منم یه مبلغ 20 میلیون تومان. به به یه عیدی 20 میلیونی هم حامد. دم شما گرم. دم شما گرم. دم شما گرم. ان شاءالله خوشبخت باشین. سلامت باشین. ان شاءالله سعادتمند باشین. خیر بچه‌ها رو ببینید. دست شما در نکنه. زیر سایه امام رضایی که گفتی بچه‌هامو بردم. قبل از اینکه به دنیا بیان با خانومت گفتی رفتین. قبل اینکه به دنیا بیای با دو تا دخترم رفتم. به دنیا اومدن با خانوادگی رفتیم پابوس آقا. یعنی کوچولوارم بردیم؟ کوچولوارم بردیم. ماشاءالله ماش. یعنی یه زیارت مشهد رفتن همه مشهدیان پس. بله. یعنی مش رضا سلام. بله. مش رضا. برگردین این طرف برگردین رو به وال. سلام. لا سلام. Come on!
یا امام رضا، هم بچه های مهدی عزیز رو و هم همه بچه های این سرزمین رو به تو میسپاریم، در پناه تو، در امان تو، که ایران ما، سرزمین ما، مملکت ما بیمه شده است وقتی که سلطان شمایی. اگر سلطان تویی دیگر ابایی نیست. یا علی ابن موسر رضا، میگویم که من یک شاعر درباریم، مداح سلطانم، چشم امیدمون و عرض ارادتمون به سمت و سوی شماست به امید گره گشایی. قبول باشه از همتون در آستانه افطار و امیدوارم که همتون و هممون حاجت روا باشیم.